اکی یه جوری دلش سوخت. آخه اونجا زندگی میکردیم، آخه اونجا به مردم عشق میدادیم، آخه اونجا مردم رو شاد میکردیم، مردم میومدن دیدنمون. بی جا مکان شدیم، دوباره تنها شدیم، هممون رفته بودیم تو افسردگی. چرا بو میدی؟ بودم بو میدم؟ آره این بو خیلی نباید زن اینجوری بو بده، شهوت برانگیزه. منم اونجا که ارسم در اومد گفتم مردشو و آدمی رو ببرن که با بوی عطر زن شهوانی بشه. با قنداق تفنگ زد تو کمر من. سلام، من اومدم ادامه سرنوشت تلویزیون جام جمعی ملی ایران رو براتون میخوام تعریف کنم. فیلم ها پیشنهاد شد، بابا شمل، فیلم آشغال دونی، فیلم های بسیاری. جناب صیاد اجازه نمیدادن که بچه های گروهشون پراکنده بشن، تو فیلم های پراکنده ای برن. در اون زمان من اول فیلم اسرار گنج دره جنی رو بازی کردم، مال جناب آقای ابراهیم گلستان. استیمن کالر بود، تمام رنگی بود، اولین فیلمی بود که تمام رنگی بود در ایران ساخته می شد. البته بعد از فیلم گنج قارون که یه تیکه کوچولو داشت که زنده یادان آقای فردین و خانم فروزان عزیزمون توش استخر بود و نمیدونم می رخصید فروزان عزیزمون اینا، همون یه تیکش فیلم برداری بود، بقیهش سیاسفی. و اولین فیلمی که من بازی کردم در سینمای ایران بعد از صمدا اسرار گنج دره جنی بود که یک سال و نیم طول کشید تا ساخته شد. و بعد از اون زنبورک بود ساخته شد که آقای فرخ قفاری رئیس تلویزیون جام جمعی ملی ایران فیلم رو ساختن، سرمایه گذار تلویزیون بودن و باز گروه آقای صیاد، گروه سازمان پدیده آقای صیاد بازیگرا بودن و خانم لورتا اضافه شد، بانوی فریخته‌ای که بسیار هنرمند بود روحش شاد، آمد و ملحق شد و این فیلم زنبورک در شیراز ساخته شد، نیمی شب در تهران، که من اونجا ارادت خاصی خدمت بانوی هنرمند سینمای طلایی بانو پوری بنایی بنده خدمتگزار معرفت و مرام شدم از فیلم زنبورک که با هم در اون فیلم حضور داشتیم. و فیلم های دیگه تا اینکه فیلمی به من پیشنهاد شد به نام علی کنکوری، زنده یاد مسعود اسداللهی این فیلم رو ساخت و از سازمان عصر طلایی زنده یاد آقای امین امینی که خودشون هم تهیه کننده بودن هم بازیگر بودن، نمیدونم کارگردانم بودن یا نه، ولی ید طولایی داشتن در این در سینمای طلایی. بعد از علی کنکوری که خب خیلی موفق، خیلی شلوغ بود، فیلم خیلی خانوادگی شلوغی بود و فیلمای دیگه و فیلمای دیگه و دیگه همینجوری پشت هم فیلم‌ها اومد و تا ما رسیدیم به تئاتر جامعه باربد لاله‌زار. در اون دوره در لاله‌زار جناب گرجی زنده یاد، آقای گیتیجا، خانم زری ولدبیگی زنده یاد، آقای مسعود ولدبیگی، آقای
موسا شجاعی، آقای احمد نصر، آقای رضا شفیعی، آقای خانم ژاله صدارتی، خانم مهین بوجار و خیلی دیگه از این اساتید هنرمندان در اونجا روی صحنه می رفتن. هر شب آتراکسیون داشت، رقص عربی، بعدم خواننده عباس قادری، نمیدونم مانده، نمیدونم برادران تقدسی، برادران خلاصه شلوغ مردم می اومدن و قشر کارگر می اومدن اونجا و همه عشقشون این بود که هفته دفعه بیان تئاتر یا برن سینما و زندگی میکردن. تو اون دوران توی سینما و توی تئاتر هم تخمه میشکستن، ساندویچ میخوردن، نوشابه میخوردن، نمیدونم پسته و بادوم و فندق و فلان میخوردن، سوت میکشیدن، دست میزدن، گریه میکردن، خنده میکردن، شادی میکردن، خلاصه درد دل مردم توی پرده سینما همیشه گفته میشد و نقش میبست و هر کسی اون زندگی رو زندگی خودش میدید و روی صحنه که خیلی زنده بود و آگاهانه همه میدیدن که این سوژه یک سوژه مردمی و خانوادگی و پندهنده است که ما بعد از اتراکسیون، بعد از رقص آواز و ساز و موسیقی، رقص عربی، میرفت تو سیاه بازی. تو سیاه بازی آقای سعدی افشار بود، مهدی صنایعی بود و خیلی از دوستان، آقای اسم کوچیکش این اسمشو میگونم رفته به خدا، تو رو خدا فردا نگید چه اسم رو نگفتی خود جون من حالا حضور ذهن ندارم به خدا. خلاصه خیلی از هنرمنده و بازیگران دیگه برنامه سیاه بازی بازی میکردن که مردم از خنده قش میکردن. بعد از ساعت 9:30 تا 11 فیلم اصلی شروع میگم، فیلم تئاتر اصلی شروع میشد که خب ماها، منم جز به اون هنرمندانی که از قبل بودن اونجا بودم و روی صحنه می درخشیدم. الحق با من خوشرفتاری کردن هنرمندان قدیمی لاله‌زار جامعه بار، بعد الحق خوش آمده خوبی گفتن با هم رفیق شد. خانم شهناز نامدارم جزشون بود، آقای جعفر راستپوش بود، خیلی ها بودن، خیلی ها بودن، خیلی ها بودن. آقای افرانیا، کاظم افرانیا بود، عنایت شفی بود، خیلی ها بودن، همه موفق. تئاتر پر شلوغ، اینجوری آدم جمع میشد. روزای معمولی یه سانس داشتیم همم تا روز جمعه، جمعه پنجشنبه، پنجشنبه ها دو سانس داشتیم، آتراکسیون میشد، سیاه بازی میشد، داد بازی میشد، مردم میرفتن بیرون، سری بعد دو سانس. روزای جمعه چهار سانس، یعنی ما همه روز جمعه که میشد یا پنجشنبه که میشد دیگه خونه نمیرفتیم، همونجا اتاق داشتیم و همونجا زندگی میکردیم و همونجا بودیم و تا ساعت 12 که بعد از نصف شب که تئاتر خالی میشد ما میومدیم رفتیم خونه هامون، یه دم دم در تئاتر وای میستادن که با بچه ها ماها عکس بگیرن. مردم عاشق هنرمندا بودن، عاشق. عزیزای دلم، نور چشمانم که شما باشین، بچه های من، سالها ما اونجا سریال های اجراهای مختلف داشتیم، سالها، تا اینکه منوچهر وثوق و من باش صحبت کردم و دعوتش کردم به تئاتر. آقای رحیمی، احمد رحیمی و آقای اسدزاده مدیران تئاتر جامعه باربد بودن و در لاله‌زار و بسیار انسان های خوبی بودن، خیلی.
آقای وسوق هم اومدن به جمع ما، آقای اسقر سمسارزاده گل و نازنین هم از همینجا سلام میکنم بهتون، ایشون هم در جمع هنرمندان بودن و آقای رضا سرکوب که چند تا از کارا فیلم کارگردانی کردن و اجرای قشنگی داشتیم. آقای زنده یاد محمد ورشوچی کارگردان و نویسنده سری تئاتر و نمایشنامه ها بودن و توپاقای منو ببخشید به خدا خستم یه ذره، ولی با عشق دارم براتون تعریف میکنم. خلاصه اجرا پشت اجرا، پیس پشت پیس، نمایشنامه پشت نمایشنامه، شهرام یکتا بود اونجا یادش بخیر، خدایا همینجوری یکی یکی انشالله اسمو یادم بیاد که بگم شرمنده حضورشون نشم. ما سالها اونجا اجرا داشتیم، 9 سال، تا اینکه یه شب اومدن گفتن که آقای احمد رحیمی صبح ساعت 8 صبح اومد در خونه من و فریاد میزد که تئاتر رو سوزونه. تئاتر سوخت، جامعه باربوس پودر شد. چجوری؟ چرا؟ آقا انقلاب شده بود و مردم ریخته بودن و تئاترها رو میسوزوندن، سینماها رو میسوزوندن. منم توی اون اتاقی که داشتم مخصوص خودم بود، سالها اون اتاق کوچولو رو داشتم، توش یه عالمه لباس داشتم، یه عالمه کت مینک داشتم، کفش داشتم، پالتو داشتم، چکمه داشتم، کیف داشتم، یه سری طلا ملام رو میز بود، یه سری طلاهای بدلی بود رو میز بود که مال صحنه بود، لباسای صحنه‌ام بود، همش دوربین عکاسیم بود، یه مقدار پول اون زیر میره قایم کرده بودم بر روز مباد، همش سوخت و پود شد و رفت. ما شب اجرا نداشتیم، همه اومدیم با یه مکان سوخته پود شده روبرو شدیم، هر کی به طریق گریه کرد، هرکی یه جوری دلش سوخت. آخه اونجا زندگی میکردیم، آخه اونجا به مردم عشق میدادیم، آخه اونجا مردم رو شاد میکردیم، مردم میومدن دیدنمون، بچه ها میومدن دیدنمون، پولاشو جمع میکردی یه روز بیاد تئاتر، برای بچه هاش ساندویچ بخره، پسته بخره، تخمه بخره، به بچهش سرویس بده، خوشحالش کن، ولی اونم گرفتن ازش. نه تنها دل ما شکست، دل عاشقان تئاتر هم شکست. بی جا مکان شدیم، دوباره تنها شدیم، هممون رفته بودیم تو افسردگی. آقای رحیمی، آقای اسدی تصمیم گرفتن که ما رو ببرن، همه اکیپ تئاتر رو ببرن یه جای دیگه، یه تئاتر دیگه تو همون لاله‌زار. اومدیم رفتیم تئاتر نصر، یه مدت تو نصر کار کردیم، یه مدت توی تئاتر دهقان کار کردیم، با روسری و توسری، تا اینکه آقای حسین قاسمی‌وند زنده یاد
اومدن رفتن یه جایی بود، تئاتر بود، افق طلایی بود، صحنه بود که خانم زنده یاد روح پرور و نعمت الله آقاسی و اینا اونجا میخوندن و مردم بالا و پایین میشستن. کافه بود، شده بود دیگه تئاتر، جمع شده بود آقای حسین قاسمی بند تئاترش کرده بود و ما هم رفتیم. آقای سیروس افرانیا بود و آقای شروین بود و آقای علا اسم حضور ذهن ندارم متاسفانه، آقای حمید بود و آقای مهدی آریان نژاد بود و آقای احمدی بود، بهروز احمدی بود یا احمد بهروزی، حالا یادم نیست، احمد بهروزی، احمد بهروزی که کمدین ترک و فارس بود، که خودش هم ترک بود، بسیار هنرمند خوبی بود. از همینجا به خانواده گلش سلام میکنم، روحش شاد باشه. و خانم رویا بود، خیلی ها بودن، اکبری بود، فرزین بود، هنرپیشه خوشتیپ و خوش قیافه بود، بازیگر خوبی هم بود به نام فرزین. شد فستیوال تئاترای لاله‌زاری و ما یک پیسی نمایشنامه آماده کردیم به نام گلهای مسموم از تئاتر ملت. هنرپیشه های تئاتر ملت آقای قاسمی بند، حسین قاسمی بند مدیریت میکرد، کارگردان بود، ایشون یکی از بهترین فیلمبردارای دوران طلایی سینما بود و کار کارگردانی هم میکردن. ما رفتیم برای تمرین و نمایشنامه رو در دو پرده تمرین کردیم به نام گلهای مسموم. بسیار هم مردمی بود و بسیار هم پندآموز که من دو نقش بازی میکردم توش. خیلی سوژه قشنگی داره. یه روزی میشینم براتون گلهای مسموم و سوژهش تعریف میکنم که ببینید من چه نقشهایی رو بازی کردم. عزیزای دلم که شما باشید، از اون طرف کسایی که در به اصطلاح فستیوال تئاترای لاله‌زاری برنامه گذاشته بودن، خانم فرزانه تاییدی بودن، آقای بهروز بهنژاد بودن، زنده باشن خانم تایید روحشون شاد، و خیلی هنرپیشه های دیگه الان حضور ذهن ندارم، نمایشنامه های مختلفی آماده کرده بودند و آوردن برای اجرا که خوشبختانه تئاتر ما از نظر جوری اول شد و ما به ما جایزه دادن. پرده بسته شد و ما اومدیم بیرون و یک جایزه آوردن به من دادن، چون من زن اون نمایشنامه بودم و دوتا نقشم بازی میکردم، نقششم سخت بود. یک قاب عکس گنده ها، اینا که چیز داره چی بهش میگن، این قابای با شخصیت سنگینه اینجوری آبادن دادن دست من، عکس آقای خمینی روش به عنوان جایزه دادن به ما. هیئت جوری جایزه دادن. خب حالا داشته باش که آقای قاسمی من میخواد سخنرانی کنه، هنرپیشه‌های دیگه میخوام حرف بزنن، سخنرانی کنن، مردم میخوام باشن دست بزنن. این تابلو سنگین بود دیگه تو دست من جونی نداشتم که بخوام تابلو به اون سنگینی رو
نیم ساعت دو دستم نگه، این دستم خسته میشه، تابلو میمد با این، یه نفر از اون پشت از جسه های سر تفنگ خورسته، اون یعنی تفنگ درازان مبالس میشه، پس گردن بود، پس گردن همه هنرمنده ها، نه من، همه همون هی گفت دست رو بکش بالا، دوباره من دستم گشتم بالا، دوباره خسته میشم دوباره میبرم پایین، گفت بکش بالا، پشت پرده آوانسن بودیم، آوانسن تئاتر اون پشتم. بالاخره این عذاب تشکر و متشکر این مردم دست دادن و همه رفتن و ما اومدیم و عکس رو گذاشتیم اونجا و آمدیم آقای قاسمی بند یک نمایش نامه ای رو تدارک دیده بود به نام مرگ مجاهد و ما همه به اصطلاح بر ضد مجاهد کار میکردیم، بازی میکردیم و من اصلا نمیدونستم مجاهد کی هست، چی هست. اسمش مجاهد، اسم نمایشنامه مرگ مجاهد، دختر مرگ دختر مجاهد هم چیزی یادم نیست، ولی با روسری و مغنه و نمیم اینا که اونجا آتیش میگیره و مجاهدی میمیرن و این داستان. و خدایی چرا این نمایشنامه رو ساختن من نمیدونم، هدفشون چی بود من نمیدونم، و چرا بازی کردیم نمیدونم، و اصلا پیام چی بود نمیدونم، ولی اینو به ما خوروندن به ما. و تازه روسری و اینا اجباری شده بود، ولی چادر اجباری نبود. یه شب که من از خونم داشتم میومدم، از تئاتر داشتم میومدم برم خونه، ساعت 12 شب، ما یه پارکینگی داشتیم، اون پارکینگ مخصوص هنرمندا پشت مال تئاتر بود، مردم معمولی هم البته پارک میکردن، ولی اونا که اونجا کار میکردن، نه آدمایی که میان خرید کنن پارک کنن، مال اون ساختمونایی بود که اونجا کار میکردن. شبام که در اختیار تئاترا بود و کابره‌ها و اینا، کسایی که کار میکردن اونجا پارک میکردن، پارکینگ بزرگی بود. حالا اون پارکینگ هم داستان داره، براتون تعریف میکنم. شب که من داشتم میرفتم خونه، رفتم و رسیدم خونم و کارگرم نبود اون موقع، رفته بود مشهد، دخترم هم نبود، خونه مادرم بود، اونا هم رفته بودن مشهد با بیبی سیتر، با کارمند کارگر خونه، با همدیگه ستایی رفته بودن مشهد. منم تنها بودم تو خونه و کسی هم نبود اونجا، شوهرم هم نبود حتی. نشسته بودم، موقع نوار کاست بود، نوارای کاست بود، نشسته بودم آهنگایی بودم، برادر جان داریوش بود، داشتم گوش میکردم و ضمناً روی کاست ها و اینا رو هم داشتم تمیز میکردم، چون کاست ها برام خیلی ارزش داشت. یهو دیدم در زدن، در وا کردم و گفتم که از پشت اف اف، گفتم که، گفت ما یه بسته ای داریم، خواهش میکنم که طبقه بالا نیستن شما بگید. ما بسته رو گرفتیم و
در رو که وا کردم بستر رو بگیرم، گفتن میذاریم زمین که شما بیاییم ببریم، مزاحمتون نمیشه. من گفتم ممکنه یکی بیاد ببره. همسایه بالای خونه من بود و یه خونه بزرگ 3 طبقه داشتم تو دزاشیب پشت پارک فرح. گفتم بذار بگیرم، گناه داره یه موقع ممکنه ره گذاری مثلا طبقه بالایی بیاد ببره. نمی کردن این کارو، ولی بالاخره دیگه امانت دست من سپرده بودن. در رو که با کردم یه جسم اومد اینجا برو تو. چی شده؟ برو تو. آقا 5-6 نفر اومدن ریختن تو خونه من، تمام آلبوم هامو بردن که پر از خاطرات زندگی من بود، تمام دوشک رو پاره کردن، مبلمان رو پاره کردن، تمام چاقو مینداختن، تمام داخلش رو در می آوردن، همه زندگی من رو ریختن به همو. بعدم منو بردن. بردن. حالا نمیدونستم چرا میبرن، کجا میبرن. چشامو بستن و یه دونم ملافه اونجا بود انداختن تو سرم و منو برد. رفتیم توی محبته و ماشین رو نگه داشتن تو اون محبته، بعد سردی به سر صورت من خورد و بعد دیدم یه جا وارد یه جایی شدم که نفس نمیتونم بکشم. صدای آهن میداد، تق 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 تق، برو بالا، تق 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 تق، بیا پایین، این پله رو برو بالا، بیا پایین، برو بالا، بیا پایین، دور بزن، برو این ور، برو اون ور، برو بالا، بیا پایین، برو بالا، بیا پایین. بالاخره کردم من توی اتاق. چشام وا کردم دیدم یه دونه چهار دیواری کوچولوه، یه در آهنیه، یه پنجره اینقدری داره و یه سقف بلند. خدای اینجا کجاست؟ چرا بردن منو اینجا؟ من چی کار کردم؟ منو بردن. یه خانومی اومد که من این خانوم میشناختم. وقتی مقنعش رو در بود، دو تا چشاش معلوم بود. وقتی مقنعش رو دادم، این زری خانومه. زری خانوم، شما اینجا چیکار میکنی؟ گفت من همکاری میکنم. گفتم اینجا کجا هست؟ اینجا جمهوری اسلامیه، اینجا انقلابیه، فلان این. خب منو چرا آوردن اینجا؟ نمیدونم، خبر ندارم. بعد چند ساعت ما اونجا نشستیم و اومدن بازجویی کردن و بعدم گفتن که خب برو. ما رفتیم. حال چرا بردن نمیدونم، کجا بردن نمیدونم، کجا بود نمیدونم. ما اومدیم و یه تاکسی گرفتیم و رفتیم و فرداش من رفتم تئاتر ملت اجرا داشتم دیگه. خدا بیامرزتش، زنده یاد آقاسی، اون موقع اوایل انقلاب بود میخوند اونجا، هنوز موسیقی هم بود، جمع نشده بود، ولی خواننده زن نداشت، آقاسی میخوند. نعمت الله آقاسی تو خونه من، تو اتاق من نماز میخوند. خب خیلی با هم رفیق بودیم، روحش شاد. من 2 سانس اجرا داشتم. سانس اول میمدم اجرا میکردم، میرفتم خونم، دوباره برای سانس دوم برمیگشتم. سانس اول که برنامه من تموم شد،
من به نعمت گفتم نعمت جان من رفتم، گفت با عزت من میرم تو اتاقت. گفتم برو قربونت به حرف چی و رفت برای نماز. من اومدم رفتم خونه و کارهای شخصی داشتم انجام دادم و این داستان ها و اومدم کجا؟ هم که نشسته بودم و اینا دیدم که تلفن خونم زنگ زد. من داشتم چایی میخوردم رفتم تلفن خونم زنگ زد که یه سری اومدن اینجا از کمیته نمیدونم امداد چی چی و نه شما رو میخوان. گفتم بسم الله باز شروع شد. آدرس بدیم بیان خونه شما. گفتم اما ای دیوونه ای؟ من خودم الان میام. بلند شدم رفتم اونجا و دیدم 7-8 نفر اونجا و با ژسته و اسلحه و لباس و کمیته و این داستانه و گفتم آقای قاسمی من جریات چیه؟ گفت نمیدونم والا. اومدم میگن خانم شهناز ترانی کجاست؟ برای گفتم آقای ببخشید با من کار داشتین. بعد شما کجا بودی؟ گفتم خونم. چرا ما اومدیم نبودی؟ گفتم خب نبودم کار داشتم رفتم خونم. مگه من منتظر شما باید میبودم؟ خبر نداشتم بعد منتظر میموندم شما میاد؟ ما این حساب کتابا به کسی نداریم آقای محترم. آقای محترم نیست من برادر شما. گفتم من بچه شما نمیشستم آقای برادر من. خیلی بلبلی یا زبونی چرا بو میدی؟ گفتم بو میدم. آره این بو خیلی نباید زن اینجوری بو بده شهوت برانگیزه. منم اونجا که حسم در اومد گفتم مردشو آدمی رو ببرن که با بوی عطر زن شهوانی بشه. با قنداق تفنگ زد تو کمر من. من پرت شدم زمین. آقاسی از اتاق اومد بیرون، اتاقی که با هنرمندای دیگه سیگار میکشیدن نه من میشستم حرف میزدن، سالن بود اون پایین. اومد و دید که من رو زمینم با اولای بمیرم، با اون پاش اومد من از زمین بلند کرد و یارو گفت دست بشن زن و فلان اینا. گفت خواهر منه. چی رو دست بشن زن؟ برای چی زدیش؟ گفت میخواییم ببریمش. گفت به چه اجازه ببری؟ برای چی ببری؟ نه ما حکم بریم. گفت حکم تو ببینم. گفت حکمو بعدم برای. گفت بعدم نداره. حکمو ببینم. تو این فاصله یه آقایی به نام حسین ارومیه که او خودش هم داستانی داره، داستان پارکینگ و اینا که یه روزی براتون میگم، از راه رسید. ایشون رئیس یه کمیته بود. باباش کمیته چی بود نمیدونم چی کاره بود که این از باباش پول میگیره برای ما شیرینی میخرید. بعد میگم تا عاشق ما بود ولی تو کمیته بود. مثلا حالا تو کمیته چیکار میکرد نمیدونم. اما جا همه تو کمیته بودن برای اینکه جس بگیرن و اسلحه داشته باشن. بچه 16 ساله کمیته ای بود تا مرد 90 ساله. داستانی بود نبودی. چلو 4 سال پیش خلص ما من گفتیم آقایون آقای حسین از رومه هم اومد به من گفتش که چی شده؟ گفتیم والا نمیدونیم این آقایون اومدن با قنداق تفنگ هم زده توهین هم کرده. منم کدک زده حالا میخواد منو برداره ببره. گفت کجا ببره؟ شما مال کدوم کمیته یا چی گفتن و چی شنیدن والا؟ گفت همینجا باید میسید من حکم شما رو باید ببینم. حکم از طرف کی بود؟ خلخالی. گفت این حکم از طرف خلخالی دادن خانم شهناز ترانی برداری بری. گفت بله. گفت همینجا بایستین تا من ثابت کنم. برادرها این برادرها رو بگیرید. آقا برادر بگیر برادر بگیر بود بیا و ببین. خلصه ما رو تو اتاق نگه داشتن و آقای ارومیه گفت نگران نباش آبجی من الان ترتیبش رو میدم. اون ورقه حکم داد به یه نفر رو گفت برو بررسی کن. رفتم بررسی کردن دیدن اصلا همچی چیزی نیست. اینا یک عده‌ای بودن که باج بگیر بودن و ناموسای مردم رو میگرفتن و به هوای اینکه مأمور کمیتن
می بردن، دخترای مردم رو می بردن، زنای مردم می بردن، حمله می کردن، تو خونه ها می رفتن، نمی دونم تله های مردم رو می گرفتن با لباس کمیته، با جسه، با فلان. شیر تو شیری بود اون موقع که من یادمه. و دروغ بود و اینا گروه ارومیه، حسین ارومیه اون گروه کلاشان رو گرفتن و وقتی میخواستن منو ببرن یه جمله آقاسی گفت: آقاسی روحت شاد با مرام. برگشت گفت: ما میبریمش. گفت: مگر از رو جنازه من رچی ببریش؟ این خواهر منه، مگر از رو جنازه من رچی؟ که اون موقع بود که حسین ارومی از را رسید با گروهش. خلاصه این گروه اون گروه رو بردن و دیگه کی حال داشت بره تئاتر بازی کنه؟ کی حال داشت؟ انقدر من گریه کردم، انقدر من قصه خوردم، انقدر شخصیتم بازی شده بود، انقدر آقاسی اذیت شده بود، همه بچه ها نگران بودن اون بالا، همه بچه ها قصه خورده بودن، نمیشد کار کنی. ما یک روز دیگه باشه برمیگردم. ادامه داری؟ جای دیگه نریا، دوست دارم.